دوستان و بینندگان خوب برنامه مخصوص سیستم، به همه ایرانی ها سلام میکنم، درود میفرستم و به ویژه به سیستانی های عزیز. سیستانی هایی که چه در سیستان هستند، چه در ایران هستند و چه در سرتاسر دنیا پراکنده شدند. سلام ویژه دارم بهتون و خوشخبری که باز هم در خدمت استاد گرانقدرمون جناب جواد محمدی هستیم، کسی که هم مؤلفه، هم پژوهشگر، هم محقق، هم برنامه ساز رادیو و تلویزیون بوده و به هر حال عشق به سیستان باعث شده که سالهای زیادی از عمرشون رو برای تحقیق و پژوهش راجع به تاریخ و تاریخچه سیستان بگذرونن. سیستانی که زادگاه غیور مردان هست، سیستانی که حق بسیاری به گردن تاریخ ایران داره، سیستان کهن. و ما در این برنامه از موسیقی سیستان صحبت میکنیم. موسیقی سیستان من فکر میکنم به درازای تاریخ کهن ایران هستش و موسیقی مخصوصی هست که باید بشنوید و عاشق موسیقی بشید. من خودم بارها و بارها گوش کردم و احساس کردم این ملودی های سیستانی توی هیچ، به گمان من البته موسیقی دان و موسیقی شناس نیستم، اما فکر میکنم ملودی هایی که در موسیقی سیستان هست ما در جاهای دیگه ایران نمیتونیم پیدا کنیم. و خب موسیقی هم که زبان بین المللی هست و احتیاج به دانستن نیست، فقط باید ازش لذت ببریم. سیستانی ها احساسشون رو، شادی هاشون رو، غم هاشون رو، عزاهاشون رو، عروسی هاشون رو، دور همیا و مهمانی هاشون رو، همه رو میتونن اون احساس درونیشون رو در یک قطعه موسیقی و ملودی ناب سیستانی بریزن و اون رو به ما عرضه کنن. جناب جواد محمدی، به برنامه پرشن بارز خوش آمدید و ممنونم که بار دیگه دعوت من رو پذیرفتید. درود عرض میکنم خدمت شما از طرف خودم و از طرف تمام مردم عاشق ایران در استان من، عمدتاً سیستانی و بلوچ. الانم که میخواییم با شما صحبت کنیم، پیغمونم و تبرکن بکنه قدیمی ها، این نوازنده های دور گرد سیستانی ما با دهل و سرنا موسیقی میدانی ما رو گاهی در کوچه خیابان های تهران می نوازن و الان دارن می نوازن. من گفتم پنجره رو ببندن که صداش مزاحم گفتگوی ما نشه. بله، دارن از پشت پنجره صداشون بیاد. و این رو من به فال نیک میگیرم که این رو پرشگون میدونم که همراه با برنامه ما موسیقی هم از پنجره خودش رو وارد این برنامه کرده. یعنی فهمیدم. بله، واقعا اینطوریه. من از این دهل و سرنا یاد ماجرای بهرام گور و نوازنده هایی که در سراسر کشور پخششون کرده بود میگفتم. موسیقی میدانی ما اینه. من برای شروع بحث میخوام خدمت شما عرض کنم که شاید برنامه‌مون در چند قسمت بشه، هم به خاطر حجم برنامه و هم به خاطر موضوع و محتوای برنامه که خیلی گیج نکنه خواننده رو. شما بهتر میدونید که اصولا هنر و علم و این فرهنگ و ثقافت به قول معروف تابعیست از اوضاع اجتماعی هر جامعه و هر جامعه هم اوضاعش تابعیست از مدیریت آن. ما یک شانسی آوردیم که در این حال کم شانسی ما هم شده، ما سیستانی ها، و اون اینه که در سایه رستم و اخیراً شهر سوخته. بله، این مثل دوتا خورشید شده که ما سیاره های بسیار عظیم و در گرداگرد اینها فراموش میکنیم، از جمله مدیریت شاهی هزار ساله کیانی ها رو بر سیستان که صحبتشون کردیم. خب اینا از قول معروف اگر زادگاه
آغاز زندگی یعقوب لیث 1200 بگیریم، پیروزیش 1250، تا زمان فتلی شاه حدود 1000 سال، کلن سیستان گاهی به انفصال ولی علل اتصال تحت حکومت این شاهان خراجگذار یا شاهک های ایران بوده. حتی زمان صفویه دو نوع تقسیمات کشوری داشتن، تقسیماتی که بر اونجا بگلر بگی میفرستادن، یعنی مثل استان های حالا، و تقسیماتی که والی داشته، یعنی همون فرمانده های زمان سابقشون ابقا میکردن به دلایل مدیریتی که جز این کاری نمیتونستن بکنن. اینها رو گاه 10 ولایت گفتن که یکی از اونها سیستان بوده، گاه 4 ولایت گفتن که باز یکی از اونها سیستان بوده. در زمان شاه عباس دوم 4 ولایت بوده که شاه داشته. به روایت سیاح فرانسوی که اسمش آدم یادنن پیر شدیم اسم یادمون میره، ایشون مینویسه گرجستان و کردستان و خوزستان و ایران و بعد تأکید میکنه، میگه به واقع، به معنای واقعی ولایت سیستان است، یعنی به قول معروف با استقلال بیشتری، با تاریخ بیشتری. اینها حالا من راجع به سیستان میگم، بقیه هم همینطوری بوده. قوانینی که بر سراسر امپراتوری صفوی جاری میشده در این مناطق جاری نمی شده. و حالا کتاب نظام ایالات و ولایات رو خورن بخونیم، اینان همینه، میگه اینها با قوانین سنتی خودشون مدیریت میکردن، قضاوتشون و فرمان فرماییشون و همه کارشون. از جمله شما مطلعید که در زمان صفویه گاه چنون تعصبی بوده علیه موسیقی که کسانی رو دستشون قطع کردن که اینها تار می نواختن، و بیشتر هم زمان شاه طهماسب اول. عجیبه برای من، جالبه، در 40 ستون وقتی شما عالی‌قاپو، امارت عالی‌قاپو، جای این آلات و ابزار موسیقی هست در دیوار کنده شده، و این دوتا گفته شما و این آنچه که من با چشم خودم دیدم، یک کمی نمیتونم این دوتا رو با هر هم دیگه تطبیق بدم. دو دلیل داره. یک اینه که در دوره تقریبا 200 ساله صفویه این قوانین جابجا میشده، یعنی زمان شاه طهماسب بسیار به این مسائل مقید بودن، تازه در سلطنت او هم باز استثناءات وارد بودن. یک دلیل دیگه اینه که از قدیم گفتن بر پخته حلال است و بر خام حرام، یعنی اون چرا بر مردم حرام میکردن خودشون استعمال میکردن، به کار میبردن. الان ای حال اینو میخواستم بگم، در طول زمان صفویه در سیستان قانون خودش بوده، یعنی موسیقی به افراط رواج داشته، به طوری که ملک شاه حسین زبان شاه عباس اول می نویسد قبل از 1320، میگه در سیستان، نقل به مضمون و مفهوم میکنم، میگه در سیستان هر علمی داشته باشین اگر نتونین یک مصرع شعر بسرایین یا یک دستی به ساز ببرین به شما میگن بی سواد. این است که سیستان رو باید گفت مثلا سرزمین آوا و نوا، یعنی اینقدر یه چیزی مثل هند بوده، یعنی همگان اینو می نواختن. خب بعد از اون خدمت شما عرض کنم که زمان فتلی شاه به ور که دیگه بی نهایت طوایف و قبایل جا به جا میشن و قدرت میگیرن و کودتای میکنن علیه ملک جلال الدین و او را بر میاندازن، سیستان به واقع میشه ملوک و طوائف، تقریبا بین 4 قبیله عمده تقسیم میشه، و در این ملوک و طوائف همه چیز دیگه از دست میره. مثلا شما ببینید در زمان حکومت ملوک و عمدتا در زمان صفویه اینها چه سرگرمی هایی داشتن در دربار،
ببینیم تنها موسیقی نیست که از بین رفته، کشتی گیران، معرکه گیران، بزلگویان، چوگان بازان، شاهنامه خانان، قصه خانان، حق بازان، شعبد بازان، تاس بازان، خیال بازان، دلغکان، لطیف گویان، تنبور نوازان، تیغ بازان، تیغ زنان، دونو تیغ باز و تیغ زن فرق میکرده، تیر اندازان، شمشیر زنان، غبغ اندازان، اسب دوانان و خیلی چیزا دیگه که نمیگم. اینها در دربار اینها جزو سرگرمی ها و ارزش ها و اینها بود و خیلی هاشو اصلا ما نمیدونیم چی هست، نمیدونیم چی هست واقعا، نمیدونیم شدن، گم شدن و از بین رفتن و کاش بشه اینا رو دوباره زنده کرد. دیگه وقتی که عرض کردم مدیریت جامعه به هم خورد، جامعه هم به هم خورد و خیلی چیزها عوض شد. پس از اون هم باز در سیستان بودن خوانینی که خودشون دست به تار می بردن و عمدتاً همه چیز افول کرد و از بین رفت. اون زمان نه تنها ملوک از اینها حمایت می کردن، بلکه دربار ملوک مرکز تجمع شعرهای ایران هم بود، چون همه کسانی که از راه خشکی میخواستن برن به هند از طریق سیستان میومدن و مدتی در سیستان میبودن این شعرها. مثلا شاعر معروف ما 2 سال اونجا تدریس شعر میکرد، شاعر خراسانی یادم بیاد اسمش الان خیلی معروفه، یا خود این ملوک می نواختن. ملوک آوازخان داشتیم، میگه اون صدای زیبایی داشت، یا ملوکی داشتیم که اینا خوشنویس بودن، ملوکی داشتیم که پهلوان بودن در چوگان بازی. خب وقتی خودشون این گونه بودن و خب نعمت فراوان هم به نسبت بوده، این قبله آمال هنرمندا بوده. موردی رو ما داریم مثلا دعوت میکنه ملک جلال الدین اول از حافظ عرب، بزرگترین موسیقیدان خراسان، از هرات که پایتخت خراسان بود. بعد حافظ عرب مینویسه او 300 بیت مثنوی را در پرده بالا میخوند. از اینجا از این جمله میشه فهمید که موسیقی دربار و مجلسی بخشش عرفانی بوده. خب موسیقی فاخری بوده، بله. بله. و بعد او را مقایسه میکنه با یک خواننده محلی به اسم خواجه صابر طاق. طاق همون جایی است که خلف ابن احمد محاصره کرد محمود غزنوی، حالا سارو تار میگن بهش. میگه مثل خواجه صابر طاق است، یعنی خواننده محلی هم در این حد داشتن که خواننده ملی رو تشبیه میکنه. خب نتیجتا همه اینها با از بین رفتن کیانی ها افول میکنه و از بین میره. اما برگردیم به نوع این موسیقی ها، عمدتا موسیقی در سیستان، این بقایایش هم که مونده همینطوره، موسیقی میدانی و موسیقی مجلسی. موسیقی میدانی همینه که الانم مطلوب سیستانی هاست و کنسرت های سیستانی ها اونجاست. در واقع گاهی چند هزار نفر با صدای دهل جمع میشن. صدای دهل جمع شه تا بلند شه تا هر جا صداشو بشنون جمع میشن، چه در سیستان، چه در خراسان، چه در گرگان. پس در موسیقی میدانی موسیقی هست که در فضای باز انجام میگیره. بله در فضای باز، محدودیت مکانی نداره. نداره. بخواد میتونه. نداره. این موسیقی بیشتر حماسی هست و تمریناش هم تمرین های موسیقی با چاپ همراهه، با رقص، رقص دست جمعی، یعنی 100 نفر، 200 نفر، 40 نفر، 500 نفر، هرچی شد با هم میرقصن و هم چاپ ساده میکنن و هم چاپ چوب، یعنی چوب بازی که نوعی تمرین برای به اصطلاح تقویت سر و شانه و برای موارد شمشیر زنی.
هست. ببخشید من متوجه یک کلام شما نشدم. فرمودید چاپ ساده، اینو متوجه نشدم. و چاپ با چوب، چاپ هست اون واژه‌ای که فرمودید؟ اسمش چاپه. چاپ به معنای رقصه. من این واژه رو دیدم در جایی از موسیقی در اصفهانم، دیدم که مثلا این بشکنه میگن چاپول، چاپول. بله ببینید دقیقا چاپ به اضافه اول دیگه، اول نسبت. یا در جاهایی از کردستان، اگر نه در همه جاش، در جاهای چاپی یا چاپی به معنای چاپ. حالا این رقص وقتی با چوب، رقص چوب میگیم بشه که یک چوبه داره و دو چوبه، اما وقتی با چوب نباشه که یک کم هم هنری تره و هر کس هم تقریبا نمیتونه اونه برقصه، اینا من میگم چاپه بدون چوب یا چاپه ساده، که این مثلا دو چاپی داره، سه چاپی داره، چهار چاپی داره، نمیدونم بالایی یا خاشی داره، خاش سیستان کلان توی افغانستانه و اینها. با چاپ بیشتر بدون چوب، گاهی با خود چوب. یه خواننده خوش صدا که صدای رسایی داره جواب سرنا رو میده، یعنی سرنا وقتی یک آهنگ رو مینوازه، فرض بفرمایید آهنگ اولنگ اولنگ جان اولنگ مینوازه، یکی از خواننده ها شروع میکنه اشعارش خوندن، سرنا میزنه دی 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 دینگ 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 دینگ، و او میگه که اولنگ اولنگ جان اولنگ، اولنگ شایی یار آقا جان، جواب سرنا رو میده. خب ما چاپ میدان با همون آقا، با همون نوا، با همون تناش سرنا زن جواب میده. بله. خیلی کار سختی هست. آره، یعنی همه با هم همکاری میکنن، هم گروهی که میرقصن، گروهی که مینوازن و اونی که میخوانه یا چند نفری که میخوانن. گاه ما همینجا اشاره کنیم که جزو چاپهای ما چاپ مجلسی هم داریم که اون چاپ سردوپو میگیم، یعنی یکی دایره رو میذاره رو دوتا پاش و آهنگو مینوازه و همین آهنگ های محلی رو که می نوازه یه نفر پا میشه وسط مجلس و می رقصه و این همون چاپه ولی مجلسیش. اما موسیقی مجلسی، موسیقی مجلسی موسیقی است که یا عرفانی هست، مثل همونی که عرض کردم میگه 300 بیت مثنوی را با پرده بلند می خوان و بعد موسیقای مثلا در ذکر حضرت یوسف و اینطور چیزها که تا این اواخر هم با رباب میخوندن، یا عاشقانه هست. فرض کن که وقتی میگه زلیخا دارم و دارم زلیخا، زلیخا دارم امشب چه پروا دارم شو، این نوع عاشقانه شد. و گاهی حماسی هست. این موسیقی های مجلسی حماسی که گاهی دورگردها هم میخونن اینها رو، مثلا موقع سرخرمن میان و میخونن و گندم برداشت گندم بود سهمی بهشون میدن، اینا بیشتر حماسی بود. مثلا اگر دو تا قبیله جنگ میکردن با هم، فورا یک شعری برای اینا میسرودن و آهنگ روش میگذاشتن و ماجرای این جنگ را به اصطلاح ریتمیک میکردن. به عنوان مثال مثلا یک گوشه از جنگ سیستانی ها با ازبک، اینا ابیات اندکی است که من به زحمت جمع کردم، میگه 300 سوار ازبک خود را نزد به ایندک، خانم به جنگ شیرا حتی خانم دلیرا، نریون گرد داره دشمن اگه ازارا، پرواز کس نداره، خانم به جنگ شیرا حتی خانم دلیرا. نریون گرد یعنی اسب نر جمع جوری داره. بله و... میخواستم بگم اینو برای ما با زبان رایج فارسی هم لطفاً. حالا اینو میخواستم بگم، جالبه که موسیقی مجلسی سیستان و حتی موسیقی میدانیش
عمدتاً به زبان فارسی ابیاتش. چرا؟ چون سیستان عرض کردم زمانی که یعقوب لیث هم میگه به عربی شعر نگین، نمیگه به سکسی بگین، با اینی که سکسی یکی از هفت زبان عمده ایرانیه، ایرانی هفت زبان داره، یکی سکسیه، میگه به دری بگین. و عرض کردم به باور من دری همون زبان درباره و فخامت خاصی داره، مسائل مذهبی، مسائل هنری به فارسی عنوان میشد، حتی قوانین اولوالعزم با رعیتشون به فارسی صحبت میکردن، گویا اینطوری صحبت کنن هیمنه بیشتری داره. نتیجتا زبان این موسیقی مجلسی و میدانی بیشتر فارسی بود و همین نریون گرد داره، اینم نوعی فارسی شده سیستانی هست. میگه نریون یعنی اسب نره، جمع و جوری داره، گرد یعنی گرد، پرواز کس نداره، خب فارسیه، دشمن اگه هزاره باز فارسیه. این فرق میکنیم تا فرض بفرمایید که ترانه هایی که در دورگردیه، گفتیم یه تیپش دورگردیه، ترانه های دورگردی مثلا می اومده ملخ به منطقه. ما ترانه هایی داریم که خوشبختانه سند من قد میده که نار شنیدم، میگه امسال ملخ فراوونه زوخی و برگستونه بالش سون خامک چپک واسلونه، امسال ملخ فراوونه. و اینو میزدن و میخوندن و میگشتن و بیشترم موقع خرمن همطوری که عرض کردم و غیر موقع خرمنو میگرفتن، انعام میگرفتن. بله. باید خب. سوال برام پیش اومد، فرمودید در مورد موسیقی حماسی و موسیقی که زمانی که جنگ بین سیستان و مردم سیستان و افراد دیگه ایجاد میشدش، آیا موسیقی در واقع به شکلی حکم کت خدا منشی رو داشت و پادرمیانی میکرد برای مبارزه یا برای ایجاد صلح؟ برای تهییج مردم به جنگ. این اواخر این موسیقی رو مخصوصا خواننده های دورگرد، مثلا ترانه‌ای داریم به اسم جانم صدالله خان. جانم صدالله خان، ای دورو دورو دورونا جانم صدالله خان، حکم کشتن و تیرونا جانم صدالله خان. نمیدونم که ازبک بیوما و غزاک بیوما و تربت، یعنی غزاهای حکومتی. و همینطوری مثلا الان از ذهنم پرید که بگم، یا مثلا سردار شمس‌الدین خان ترانه دیگری است که اینها رو نوشتم با اندک بیت‌های بیت‌هاشون خوب نمونده، یا ترانه هایی که حتی اخیراً در ماجرای 19 بهمن 1330 همین نوازنده های دورگرد برای تهییج طرفداران مرحوم سردار پردلی ببخشید میخوندن و تو کوچه ها که مدح و قربون سبیل مدرزا خان مثلا، اینها بیشتر ترانه های حماسی و مردمی، در ضمن مردمی بود و دیگه حماسی درباری نبود. یعنی مردم برای تهییج و به هیجان آوردن و به شور و نشاط انداختن همدیگه شروع به خوندن کردن، استقامت در مبارزه، بله اینها رو میخوندن. مثلا دادو مگو شیر بود، سرشونه پنج تیر بود، دادو پشت گز، نمیدونم صحنه رو میگفتن که این دادو با نیروهای افغانستان و کابل میجنگیده، لشکر از کابل اومده و دادولاهی هم بوده که میجنگیده و توصیف میکردن که چگونه او با پنج تیر خودش پشت نمیدونم بوته گز سنگر گرفت و مخالفین رو هدف قرار میداد. این یک تیپ ترانه ها بود. تیپ دیگه ای ترانه ها که گفتم به مسائل خوشگابی و هجوم ملخ و به اینها و
بسته بود. تیپ دیگه ای از ترانه های کوچه بازاری ترانه هایی بود که نقد میکرد مردمه، مثلا نقد میکرد اعتیاده، اعتیاده به تریاک رو نقد میکرد، که الان اگر خاطرم بیاد میگفت که بله جو داره جولو داره، یعنی ببخشین صاحب خرمن جو محصولات جوش خوب شده جولان میده، جو داره جولو داره، نه مذهب نه ایمو داره، نیمرو سر دم میرن و چطران لخشو داره، دست روغه از شک رفته و نصف نصف نو داره. نقد میکنه از خانومی که حالا ثروتمند شده، نصف روز یعنی ظهر از خواب تازه بیدار میشه، اونم مستقیم میره مثلا به شیر کشخونه و زلفاش هم شونه و رخشون میکنه، و بعد اندکی روغن از گاو ماده گاوش گرفته، اونم نصفشه سر نون، یعنی خیلی نقد جالبی، یعنی در همین نقدی از اینی که خیلی هم آدم خانداری نیست که غذایی بپزه، نه پا میشه نون میزنه به روغن و میخوره و زودتر میره. اینها ترانه هاییست که در نقد اجتماعی سروده شده، در همین ترانه های کوچه بازاری. اما این رو خدمت شما عرض کنم، در ترانه هایی که میدانی با چاپ میخونیم، من بعضی ترانه ها رو تا حدود 500 سال خدمتش رو دیدم. این ترانه است، غزلی است زیبا که میگه ما از شهر خود پرشان و جدا افتادیم، بابا در میان منت و درد و بلا افتادیم، آسمان بالای سر دارم زمین در زیر پا، دانه گندم میان آسیا افتادیم. ها وا وا، این غزل مال همایون پادشاه هند. بعد از اونی که همایون شکست میخوره از شیرخان افغان، متواری میشه میاد به سیستان. ما قبلا گفتیم که ملوک سیستان خویشاوند نزدیک پادشاهان گورکانی بودن. زمانی هم که ایشون میاد به سیستان، کسی حاکم سیستان که به نحوی احیال ملوک نیست، پسرخاله پادشاه هند، پسرخاله همین همایون. چرا؟ چون او نوه دختری پادشاه ایران، آخرین پادشاه گورکانی ایران ابو سعید. خب و اونها هم بچه های شاخه دیگه گورکانی، بچه های باورن. میاد به سیستان، بعد از سیستان میاد به هرات و از هرات با خان شاملو میره به دربار آقای شاه طهماسب. بعد از مدتی شاه طهماسب میرو با او همراه میکنه که میره و حکومتش رو پس میگیره. این غزل رو در موقع آوارگی خودش در سیستان میسراید و از اون موقع این مونده تا حالا، از اون موقع این مونده تا حالا. غزل بسیار زیبا. چند ساله داره این غزل؟ تقریبا یه چیزی حدود 400-500 سال، درسته؟ دقیقا 950 مثلا اگر حساب کنیم سر راست، بله. تا 1000 میشه 500 سال، 50 سال، 50 سال، بله. 1440 سال این بعد، بله، نزدیک به 500 سال. 500 سال خدمت داریم. بله. کامل مونده. جز اینی که بیت دومی خوندم جز به غزل پادشاه هند نیست، جز به همایون. آسمان بالای در سر داریم زمین در زیر پا، دانه گندم میان آسیا افتادیم. این از ملحقات خود مردمه به این غزل، چون من در صورت مکتوب غزل اینو ندیدم. طبع مردم هم اینجا دخالت کرده دیگه. آره، اون مردمی که موقع دخالت میکردن احتمالا مردم بازوختری از حالا بودن. بله بله، چون دخالت های اخیری که میشه خیلی وقتا وزن و قافیه رو به هم میزنه. گفتیم برای این دیدگاه نسبت به شعر تغییر کرده. بله، دیدگاه مردم نسبت به شعر تغییر کرده.
نه بسیار دوست دارن شعر بگن، ولی شعری که زحمت نکشن روش، یعنی بدون اینی که بیاموزن، نه همه ها، نه همه. به هر حال هر کس مطابق ذوق خودش میخواد سخنش منظوم کنه، بی از اون که اطلاعی از آیین نظم و قافیه داشته باشه. بله. خب ما قرار شد که برنامه رو اگر بتونیم تقسیم کنیم، اگر ادامه میخوایم بدیم همینو ادامه بدم، اگر زمان به جایی رسیده که بتونیم این فصل را سوا بکنیم، خب سوا میکنیم. فکر میکنم کافی باشه جناب محمدی گرامی. الان 35 دقیقه هست که برنامه من گذشته و خوبه که بقیهش رو بسپاریم به یک برنامه دیگه. ممنونم. من ممنونم از شما و مبحث شیرین و جالبی رو پیش کشیدید. تاریخچه موسیقی در سیستان تاریخچه هست که همونطور که گفتم فکر میکنم کهن‌ترین تاریخچه موسیقی در ایران باشه یا یکی از کهن‌ترین، و برمیگرده به کهنگی و دیرینگی تاریخ ایران. به این جهت هرچه که لابلاش بچرخیم، ما ملودیای تازه، اشعار تازه از افراد مختلف پیدا میکنیم و این نشون میده که هم مردم سیستان طبع شعری بالایی داشتن و هم هنرشناس بودن، به حدی که از موسیقی اون برای موسیقی اهمیت و ارزش قائل دیدن و احساسشون رو میریختن در قالب شعر و در قالب موسیقی و اون رو هدیه میکردن به همدیگه تا سبب انبساط خاطر دوستان و همشهریای خودشون بشن. به هر حال موسیقی زبان گویای مردم سیستان هستش و ممنونم از اینکه بحث شیرین موسیقی رو پیش کشیدید و تاریخچه شیرین موسیقی رو از ابتدا از نقطه صفر برای ما شروع کردید. امیدوارم که بتونیم در برنامه های دیگه این رو ادامه بدیم و برسونیمش به نقطه کنونی و ببینیم الان موسیقی سیستان در کجا ایستاده و چه رشدی داشته، آیا اصلا رشد داشته یا نداشته، آیا اون موسیقی چقدر از موسیقی گذشته و باستانی و کهن همکنون شما میتونید در موسیقی کنونی سیستان ببینید و این سیر تحولش رو در واقع با شما پیش میگیریم و جلو میاییم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. به خدای بزرگ میسپارمتون و شاد و اهورایی باشید. اما من تصمیم گرفتم قبل از پایان هر برنامه از شما خواهش کنم که چند کلمه با گویش سیستانی برای اهالی سیستان صحبت بفرمایید. بسیار خوب. جماعت سیستانی ما سلام. خیلی خیلی ممنونه که حوصله منه، گوش منه و صبر منه و تحمل منه. امیدوارم که یک بار دیگه همه چیز برگرده به همو فراز اول خواه، به همو سر و سرکات قدیم خواه و جگش کیا و باعث افتخار همگی مشماش با امید امروز، با امید این که موسیقی سیستان همیشه سرزنده و پابرجا باشه. با شما خداحافظی.